سلام و درود به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان، هر کجا که هستید و در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته. جمشید چالنگی هستم، از واشنگتن همراه شما خواهم بود در ساعت پیش رو. بار دیگر بساط انتخابات ریاست جمهوری حکومت فقیه به میان آمده است. شورای نگهبان قانون اساسی فقیه اسامی نامزدها برای آنچه که انتخاب بین بد و بدتر هست رو منتشر کرده و چند تن از کارگزاران حکومت رو برکنار کرده و اونها رو کنار گذاشته. از نامزدهای این انتخابات ابراهیم رئیسی است که با توجه به شرایط و به اصطلاح ارزش‌های این حکومت شاید منطبق ترین نامزد با ارزش های این حکومت باشه که قتل و کشتار و دزدی و فساد بوده است. بقیه نیز سهمی در این عرصه ها داشته و دارند، هم از آن نامزدهای اعلام شده و برکنار شده، از لاریجانی تا جلیلی و بقیه. ما پرسش ها بسیار است، آیا شرکت در این انتخابات آنها که هنوز دخیل به صندوق انتخابات فقیه بستند میتوانند امیدی داشته باشند برای حل مشکلات روزافزونی که خود این نامزدها و غیر نامزدها در حکومت فقیه برای مردم آفریدند؟ آیا این معرکه انتخاباتی رونق مطلوب حکومت فقیه را خواهد داشت؟ و آیا برای خارجیان، دولت‌های خارج، مهم است که در انتخابات ایران چه می گذرد؟ انتخابات جمهوری اسلام. و ما خبر ناگوار این که در لندن، حومه لندن در واقع، شاعر گرامی ایران اسماعیل خویی درگذشت. جایگاه ویژه او در ادبیات معاصر ایران محفوظ هست و ماندگار خواهد بود. اسماعیل خویی سالها به کار تدریس مشغول بود، نظریه پرداز در عرصه ادبیات و هنر. اثراتی مستقیم بر جریانات تندروی سیاسی در ایران داشت و در آغاز در جریان انقلاب از همراهان و حامیان انقلاب، اما با شجاعت و صراحت آنچه رو که در طول انقلاب انجام داده بود اشتباه و گمراهی نامید. از آن پس همراه مردمان بود و سخنگوی آنان از تریبونی که در اختیار داشت در حومه لندن، از تریبون شعر و ادبیات. در این زمینه بسیار گفت. کارنامه ارجمند او برجاست. اسماعیل خویی بامداد امروز در حومه لندن درگذشت با کارنامه‌ای که بی تردید ارجمند و ارزشمند برای کسانی است که دل در گرو ایران دارند و در راه بهبودی وضعیت مردمان ایران و آینده ایران تلاش میکنم. پیش از آغاز گفتگوی خود با میهمانان این شماره تفسیر خبر، آقای حسن منصور، کارشناس امور اقتصادی و کارشناس و پژوهشگر در عرصه اسلام و دین در لندن در انگلستان، و آقای عطا هودشتیان، کارشناس امور بین الملل و استاد دانشگاه در تورنتو، پیش از آغاز گفتگو با میهمانان گرامی سخن و شعری از اسماعیل خویی عزیز، روانش شاد باد، در برنامه ویژه آدینه که احتمالاً گروهی از شما عزیزان پیشتر دیده اید. تا لحظات دیگر. دو جلادند همکاران یک دیگر به استادی، یکی را پایگاه تهران
یکی را نام بغدادی، سیاهشان هر دو عمامه، سیاه دل هر دو خودکامه، تفاوتشان در آیین و همانندی به جلادی. ز خشم هر یکی آن دیگری نامرده در دوزخ، به چشم هر یکی آن دیگری را مذهب الحادی. دو دین آموز خود باور، سپه سالار و جنگاور، سپهشان را سوی دوزخ یکی رهبر یکی هادی. بداندیشان و بدکیشان به مکر ابلیس را خویشان، که شیادان همه زیشان می آموزند شیادی. و کار هر دو ویرانی، چه بغدادی چه ایرانی، یکایک خصم آزادی و هر دو دشمن شادی. اگر پرسی چرا مطلق بود بر خلقشان هر حق، جواب آید که چون باشد خلافتشان خدا دادی. آقای منصور سلام، درود، خوش آمدید. درود جناب چلنگی عزیز، درود به شما، به همکاران گرامی و درود به دوست عزیزم دکتر هودشیان عزیز که در این برنامه در حضورشون هستم. و آقای هودشیان با خوش آمد به شما. خوش آمد میگم به شما، همچنین به جناب منصور عزیز که از انگلستان هستن و امیدوارم که صحبت های خوبی داشته باشیم امروز. آقای منصور، شاید بینندگان ما بسیارشون در جریان نباشن، هرچند من چند بار در تفسیر خبر اشاره کردم آقای حسن منصور علاوه بر تخصص و کارشناسی و استادی در عرصه اقتصاد و تدریس در دانشکده آمریکایی، دانشکده اقتصاد، دانشکده آمریکایی اقتصاد در پاریس، در عرصه تاریخ اسلام پژوهش‌های بسیار دارن، تحقیقات بسیار دارن، از کارشناسان آثار روانشاد، ارجمند، اندیشمند ایرانی احمد کسروی هستند. اینها زمینه پرسش‌های من هست در این در این عرصه، اگر پرسشی در میاد از جمله همین داستان. ما می‌بینیم روانشاد خویی اشاره می‌کنه این بغدادی در عراق و بقیه، اسامه بن لادن و بقیه، خامنه ای، خمینی، همه اینها، اون چیزی که به وجود اومد بعد از انقلاب عنوان بیداری اسلامی و نتیجهش به اینجاها رسیده که امروز روز میبینیم، تروریسم و بقیه موضوعات، و بعد آمدن و در همین عرصه انتخابات هم گذاشتن، از نظر شما چه معنایی داره؟ چه نیازی به انتخابات هست؟ خلیفه که هست آقای خامنه ای مثل آقای بغدادی یا بقیه؟ جناب چلنگی عزیز، یکی دو تا توضیح لازم عرض کنم تا وارد مطلبتون بشم. نخست اینکه از خبر درگذشت دوست ارجمند دکتر خویی به شدت متاثر شدم، چون نمیدونستم. این رو به همام اصحاب ادب و شعر در ایران تسلیت میگم و در درجه اول به دختر نازنینشون بانو سبا خویی تسلیت عرض میکنم، خدمتشون زنگ خواهم زد. اما توضیحی که میخواستم عرض کنم اینه که من پژوهشگر اسلام یا تاریخ اسلام نیستم. آشنایی من با اسلام تا سنین 25-6 سالم محدود میشه، بر اینکه من با محفلهای قرآنی عملا بزرگ شدم و قرآن رو در اونجا آموختم و در اونجا بود که با محافلی از این آقایون هم مکاتبه یا دیدار داشتم و بعد از اون خب بحث تفنن خودم این قضیه رو، یعنی خوندن رو، شاید قرآن رو که به دقت یاد گرفتم، بعد از اونم 4-5 باری خوندم و آثار مربوط به اون رو، ولی کار من عمدتاً روی اقتصاد بوده
و تمرکزم اونجاست. اما برگردم به این ولی پرسش برای به همین در همین زمینه هم بسیاری هستن که نه تنها عنوان پژوهشگر بر خود میگذارن، شما فروتنی کردید که 5 بار قرآن رو به دقت خوندن و تفسیر و تفسیرهای مربوطه. به هر حال ممنون از توضیحی که دادید، بفرمایید. مقوله انتخابات تحمیل شد به آقای خمینی، چون همونطور که شما گفتین با وجود قرآن از دیدگاه اسلامی مقوله قانونگذاری برای انسان، برای بشر زمینی بی ارتباط به وحی ممنوعه. در نتیجه این مجلسی که اینا درست کردن اسمش گذاشتن مجلس شورای اسلامی، یعنی در چارچوب اسلام سبک سنگین کنن مسئله رو، یعنی فتوا صادر کنن حد اکثرش اینه. به این ترتیب ما در اسلام قانون نداریم، فتوا داریم. یعنی فتاوی نظر فقها در طول تاریخ، اینا مجموعه قوانین اسلامی میشن، امروز در مجلس عنوان میشن، شکل قانون پیدا میکنن. یعنی حقوقدان ها این مقوله های بحث شده در مجلس رو مثلا به صورت قوانین جزای اسلامی در میارن، که در نهایت نیست این رو فقها اندیشیدن، فقها نوشتن و شورای نگهبان هم تایید کرده، در نتیجه با فتاوی آقایون تطبیق میکنه. به این ترتیب قانون در معنایی که امروز انسان متمدن امروزی میشناسه، اراده انسانهای منتخبه و هر لحظه هم که مصالح جامعه ایجاب بکنه میشود دوباره این رو از نو تصویب کرد و عوضش کرد. همه اینا پروتکل هایی داره عوض کردن، ولی اراده انسان است، انسان منتخب و انسان فرهیخته که در قانون متولد میشه، نه قواعدی که در سنت بوده و در یک تاریخ بغرنج امروز منتقل شده. شما مثلا ببینید قوانین جمهوری اسلامی رو ببینید، اینها در واقع که تا جایی که امکان دارد اینا رو اجرا میکنن، اونجا که امکان ندارد دوباره فتوا صادر میکنه که مصلحت نیست اجرا نکنیم. مثلا سنگسار رو سالها سرجا نمی کنن، ولی جزو قواعد اسلامی هست. دست بریدن رو اجرا می کنند، ولی دوباره ببینید تعابیر مختلف روش می گذارن و مردم فریبان نو اندیش می گویند که نه، منظور این نیست، این مالی دوره ای بوده. این اسطوره بافی ها، افسانه سازی ها از کسانی برمی خیزه که قرآن رو نمی شناسن، که دین رو نمیشناسن. این نواندیشان نظیر آقای سروش نام ببرن، اینا قرآن رو نمیشناسن، اینا بافندگی میکنند. در نتیجه اونایی که مقوله رو بلدند میدونن که بازی نمیشود کرد. این احکام که اونجایی که نص داریم، در برابر نص اجتهاد وجود نداره، هیچ مجتهدی نمیتونه اینها رو عوض بکنه. به این ترتیب در نتیجه آقایون وقتی خیز میگرند برای قدرت، آنجا گندم نمایی میکنند، وقتی سر کار میان اونجا جو فروشی میکنند. و در نتیجه مثلا یک نمونه ساده رو بگیرید، میگویند که در اسلام دزدی مجازاتش قطع انگشتانه، درست یا غلط، بربریت یا تمدن، اینش بس نمیشن، ولی به هر حال حکم صریح داره. ولی وقتی میان قانون مجازات اسلامی بنویسند، می نویسند که اختلاس دزدی نیست، اختلاس خیانت است در امانت، مجازاتش 6 ماه زندان تا 3 سال زندان. در نتیجه یکی با دست باز 10 میلیارد تومان از پول مردم رو اختلاس می کند، محکوم می شود به زندان، بعد 2-3 هفته سر از ایتالیا در می آورد. اونجا می گوین که آیا این مأمور خرید زندان بوده در اونجا، یعنی اون زندان 3-4 ماهه را نمی کشه، ملاحظه می کنی؟ اما طبق همین قانون چند نفر، چند فقره دستشون در ایران در جاهای مختلف بریده شده، به خاطر که از فرط فقر دست بردن به دزدیدن مثلا یه قرص نان، اونجا دست بریده میشه. به این ترتیب این دوگانگی هم
در متن وجود داره چنین بوده و آقایان و فقها اینها رو تصویب کردن به صورت قانون در آورد. بعضی چیزا هم هست که وارد نمیشن. به هر صورت اگه مورد سوالی بود میتونم خدمتتون عرض کنم. حتما در این زمینه در صورت وقت ادامه خواهیم داد. منتها این نکته رو چون اشاره کردن تحمیل شده صندوق رای، من چون از نزدیک شاهد بودیم در جریان بسیار و مجلس اولیه خبرگانی که تشکیل شد، مجلس بررسی نهایی پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که دولت بازرگان تحویل مجلس داده بود، من و چند تن از همکارانم از تلویزیون اونجا گزارش‌های برای بعد از پخش خبر تهیه می‌کردیم که بعد با کارشکنی حزب توده عملاً این گزارش‌ها متوقف شد و شکل دیگه خود بچه های دیگه ای رو از تلویزیون فرستادن، ولی ما همچنان می رفتیم با کارتایی که از تلویزیون داشتیم. بحثی که در اونجا شد همین بود که ما اساساً به قانون اساسی نیاز نداریم. طالقانی که معروف به مالکش حکومت بود، اتفاقاً روز قبل از همون روزی که شبش فوت کرد آمد در مجلس، روی صندلی های مجلس هم نمی نشست و چون در مجلس سنای پیشین بود میگفت کوبام انقلاب شده، ما قانون اساسی هنوز نداره و از این صحبت ها. و حرف این بود که ما قانون اساسی لازم نداریم، ما قانون اساسی ما قرآن هست و شریعت هم قوانین جاریه خواهد بود. این حرف ها مطرح شد و بقیه، ولی و فضا جوری بود که نمیشد این مسئله جمهوری رو درش نگذاشت، به خصوص این که سه شعار مبهم انقلاب داده شده بود: استقلال، مستمره جایی نبودیم، آزادی. مفهوم مشترکی وجود نداشت بین چریک فدایی و فدایان اسلام و جبهه ملی و بقیه. جمهوری اسلامی هم امر مبهمی بود. این تخمین شده و سر از اینجا در بود. جناب هودشتیان عزیز که خیلی ها بر این نظر هستن که برای فریب دولت‌های خارج هست، مثلا بایدن و اینها در اینجا انگشت به دهان بگیرن، عجب در ایران دموکراسی هست و این لابی جمهوری اسلامی میفروشه. واقعا مثلا خود آمریکا، کانادا، اروپا با کشورهای دیکتاتور در آفریقا، آسیا روابط بسیار عمیق و گسترده‌ای هم دارن. آیا اطلاع ندارن؟ اطلاع ندارن واقعیت امور در ایران چه هست؟ واقعا چه نیازی هست به همچین انتخاباتی؟ بله. خب طبعا خودتون بهتر می‌دونید که واقعا اطلاع دارن. یعنی به هر حال مطلعین بسیار زیادن و روشنفکران و حالا روشنفکر که نه، ولی تحصیل کردگان ایرانی که در خارج به اصطلاح دستبوسان بیت رهبری هستند و مبلغان اینها هستند در همین رسانه ها و کلاب هاوس و جاهای دیگه که صحبت میکنن دفاع میکنن. حالا من نمیدونم فردا چجوری میخوان از آقای رئیسی دفاع کنن با حذف حتی لاریجانی و باز این انتخابات توی گیومه مردمی و دموکراتیک بدونن، اون دیگه باید ببینیم که چگونه این رو توجیه میکنن. اما واقعیت کلام این هستش که همطور که دوست عزیزم آقای منصور گفتن، این حکومت اسلامی بوده است و حکومت اسلامی هنوز هم هست و این مفهوم جمهوری، جمهوریت، ارجاع به مردم، انتخابات و غیره به اینها، به روحانیت تحمیل شد، به خاطر اینکه به هر حال از ابتدا همینطور بوده. روحانیت به تنهایی قدرت رو نگرفت، روحانیت همراه با بخش‌های ملی و نهضت آزادی و بازرگان و غیره و غیره که به هر حال کسانی بودن که به نوعی یک مدار گشاده نظری بیشتری داشتن، نه اینکه اونها دموکراتیک به معنی که ما دوست داریم باشن، ولی اونها معتقد بودن که به هر حال بهتره که انتخاباتی باشه، قانون اساسی باشه، مجلس شورای ملی باشه، که بعد اینها رو به عبارت اینا قبول کردن، مجبور بودن قبول کنن. اما نگاه بکنیم به تفکرات خود خمینی، از ابتدا که نگاه بکنین، از افلاطون بگیرین تا فارابی و از فارابی تا خمینی، یعنی این رشته به هم گسسته و ناگسستنی، به هم پیوسته و ناگسستنی که نگاه بکنین، این تفکر اصولا به رأی مردم، نظر مردم اعتقاد نداشته. چون فارابی که تفکر به اصطلاح هرمی اندیشه های افلاطونی رو بهش قبول داشته و معتقد بوده که الیت ها، حالا اون میگفته فلاسفه، 4-5 تا فلاسفه یا یک فیلسوف بنشینن بر رأس قدرت، فارابی این فلاسفه رو میکنه در واقع امام، یک امام. و اون ویژگیش نه داناییست نه علمه، ویژگیش معصومیته. اینو در مدینه فاضله فارابی میگه. و خمینی که این همه احساس نزدیکی در تفکر و اندیشه به فارابی میکنه، البته نه در تمام
مباحثات، فقط در این مباحثه بگم، در این بخش به همون نظر رو داره. در واقعیت کلام مجموعه روحانیت حاکم، اون بخش بسیار فلانجش در واقع، معتقد بوده که مردم اندیشهشون، تفکرشون، وجودشون نمود جهله و چون نمود جهله نباید بهش ارجاع بشه. به این لحاظ حاکمیت جمهوری اسلامی از ابتدا این تظاهرات رو با خودش حمل کرده و اگر ارجاع به رأی مردم میکنه، همون نکته ای هستش که شما اشاره کردین، برای به هر حال تابلوی بشه برای خارج کشور و یه مقدار تابلوی باشه برای بسیج عمومی. چرا؟ حکومت های توتالیتر حداقل یک ویژگیشون این هستش که بسیج عمومی به دنبال خودش، جمعیت مردمی رو به دنبال خودش داشته باشه. این بسیج عمومی فاکتور دومه، رهبری مطلق، بسیج همگانی، و اینو میخواسته داشته باشه. امروز به این نتیجه رسیده به نظر من که دیگه از اون جمهوری واقعا و واقعا دست رو باز کنه و به حکومت برسه، یعنی حکومت اسلامی، که حکومت اسلامی دیگه به طور مشخص یک دست باشه و حکومت الان هیچ دردسر رو دیگه نمیخواد بپذیره با وجود بحران ها. میخوام بگم که جمهوری اسلامی و نمایندگانشون، بیت رهبری و متفکرینشون، اگر متفکر داشته باشن، اونایی که برای برنامه ریزی و تدریزی میکنن، بیشتر از ما و بهتر از ما شاید تحلیل کردن وضعیت و عواقب جنبش ها و خیزش های دیماه و آبان رو، و میدونن که این ادامه بده خواهد کرد و فرصت و مجال این که بین جناها بخوان اون بالا باز هم این توپ رو به هم دیگه به اصطلاح پرتاب کنن و واسه همین جنجال ها بین رفورمیست ها و اصلاح طلبان و تندروان وجود داشته باشه، این فرصت رو نمیخوان بدن اصلا. بنابراین رژیم میخواد در واقع خودش رو یک دست بکنه و از این لحاظ حرکت داره میکنه که در مسیر این یک دست کردنه، و فکر کنم به واقع زدن لاریجانی دیگه میتونه یه نیمچه کودتایی در درون باشه، چون توقع بر این نبود. الان دیگه آقای رئیسی میگه خب رقیب من کیه؟ میدون خالی، آقا چهار تا آدم بذارین که حسابی باشن. آقای بسراد رضایی که در واقع خیلی رقیب پرقدرتی برای آقای رئیسی نخواهد. خب ببینید، البته آقای لاریجانی هم آمده و گفته که باید، من معتقد به ولایت، همون حرفای همیشگی، و باید در انتخابات شرکت کرد و این بازی هایی که هست. اما نکته اینه آقای منصور، ببینید، از هر دو مهمان صدا دارم، کوتاه‌تر بفرمایید، ممنون میشم که پرسش ها بسیاره. آیا این مجموعه تونسته یک نظام تازه ای رو به وجود بیاره؟ چون در تاریخ اسلام هم چنین نیست. در تاریخ اسلام قابل تشخیص هست که یک بیعتی هست، خلیفه ای بوده یه دهی بیعت میکردن، همون شیوه ای که به طور سنتی هم در عربستان در شکل پادشاهی بروز میکنه، زادگاه اسلام. جمهوریت محتواش هرچی هست، از اینجا آمریکا گرفته تا مثلا جمهوری های مستبد، باز شکل معینی داره. سلطنت همینطور، پادشاهی شکل های به اصطلاح متنوعی داره. ولی این مجموعه آیا تونسته یک نظامی به وجود بیاره که این خود این نظام و این سیستم ادامه پیدا کنه، مانند سیستم ها و نظام های دیگری که در طول تاریخ بوده، یا نه یک تجربه به بن‌بست رسیده است حکومت دینی در ایران، تا جایی که حتی خود خمینی گفت ما میتونیم واجبات رو تعطیل کنیم برای حفظ حکومت، یعنی کفر مطلق از نظر به هر حال فقه هر چه که اسمش بگذاریم. بفرمایید. ببینید، یک مقوله به اصطلاح ناهمزمانی در اینجا مطرحه. اندیشه دینی و اندیشه اسلامی در یک چارچوب قبیله‌ای موجود اونجا کار کرد، ولو که با گرفتاری های زیاد و با دگرگون کردن همون روابط و قواعد تونست مستقر بشه، و اون جدال ها از روز نخست به ویژه در مدینه همه نشان از این داشت که چیزی داره عوض میشه، یعنی در به همون هنجامه نمیچرخه، دگرگون میشه قضیه. در نتیجه این مسئله جدال های درون اسلام از همون رأس تا به بعد، تا بعد به کشورگشایی ها ادامه پیدا کرده و صده ها این گرفتاری وجود داشته. منتها
امروز با پدید آمدن دنیای مدرن از قرن 16 به بعد و با به میون گذاشتن علم جدید که دنیا دگرگون شد، به تدریج یعنی بر مبنای رنسانس که از قرون 11-12 شکل گرفت و بعد پیش آمدن رفورماسیون در درون مسیحیت که پارادایم ها، پایه ها، بنمایه های اندیشگی دگرگون شد و علم بر روی بالهای این اندیشه جدید رشد کرد، امروز علم بدل شده به دنیایی که به چیزی، به امری که در واقع مترهای زندگی رو تعیین میکنه. ببینید امروز حتی عقب مانده ترین انسان ها سوار اتومبیل میشن، سوار هواپیما میشن، از تلفن موبایل استفاده میکنن، حتی اونی که اینا چیزای ملموسه، اونی که ملموس نیست ولی وجود داره، شما در هر کجای دنیا که تولید بکنید، این تولید شما با تکنولوژی که در متروپول ضرب شده ارزش پیدا می کند. یعنی وقتی ما می گوییم تولید ملی ایران مثلا 450 میلیارد دلار، یعنی تولید کار و کارگر مهندس ایرانی با متری ضرب می شود که ضرب کننده آن متروپول جهانی یا ایالات متحده است. در نتیجه اینجاست که مشکل ها پدید میاد. تا جایی که آقایون با دنیای گریزناپذیر روبرو هستند، همه چیز رو میپذیرند. در عمل است که میخواهند مزامین خود رو وارد کنند و این در خیلی از زمینه ها امکان پذیر نیست. یعنی خود این نظامی که مترا رو ضرب کرده تعریف مشخصی هم برای انسان به دست داده. این تعریف مشخص انسان رو نمیپذیره، ولی راه آهنش رو میپذیره، هواپیماش میپذیره، تلفن موبایلش هم میپذیره. خودش بله این هست آقای منصور، اجازه بفرمایید. ببینید حرف برای اینه، برای کاملا درست میانه، یه بخشایش رو استفاده میکنه. الان ما میبینیم حسابای بانکی رو میپذیره، سیستمای بانکی رو، رپ و اینا رو ظاهرا میگه حرام هست، ولی خب در بانک های انگلیس و کانادا و جای دیگه. حرف من اما چیزی دیگر است، این که بالاخره این مجموعه با همه این اقداماتی که کرده و همه حرفایی که زدن، آیا الان در ایران یک نظام حاکمه یا یک تبدیل شده به یک شرکت سهامی سیاسی که از قضا خود خامنه ای هم 51% قدرت رو نداره، فقط هر جنای قدرت بیشتری داره میشه سخنگوی اون. یک روز احمدی نژاد حمایت میکنن و برای به قدرت رسوندن احمدی نژاد و کارگزاری احمدی نژاد آدم میکشن، امروز میگن نه احمدی نژاد صلاحیت نداره. یعنی ایران آزمایشگاه است، 8 سال این آقا میاد و بقیهشون و بقیه و بقیه. حرف من اینه، الان با یک نظام ما طرف هستیم، اینطور که خودش میگه یک نظامیست به هر حال محتواش هر چه هست، یا نه یک داربست شکسته ای که چون این ساختار روحانیت شیعه هم به هم خورد، یعنی آمدن دار و دست روحانیت در یه جای دیگه و نتونستن یک بنای جدید از نظر من برپا کنن. این پرسش من اینجاست، نظر شما در این باره چی هست پتروکو؟ ببینید باید قضیه رو در جای مشخصید. مثلا من در زمینه اندیشه اقتصادی بگم، مجموعه گفته ها و نوشته های این آقایون بعد از 40 سال به اندازه یک فصل از هیچ کتاب اقتصادی معنی نداره. اونجا که معنی داره اقتباس شده است، اینم خاص اینا نیست. ببینید در سمیناری که فروم اقتصاد جهانی در پاریس تشکیل داد، من مسئول میز اقتصاد و دین شدم. همینطوری اونجا 3 گروه از اساتید پیپر دادن، سخنرانی کردن. 2 نفرشون سیخ بودن از هندوستان، 2 نفرشون مسیحی بودن، 2 نفرشون اقتصاددان مسلمان بودن. من در جمع‌بندی که کردم این بود، گفتم مطالبی که این دوستان و همکاران عزیز گفتند، آنجایی که مطالب معقولی بود به دینها هیچ ارتباطی نداشت، آنجایی که به دینها ارتباط داشت هیچ کدوم معقول و قابل قبول نبود. مثلا
اینا مقوله دهینگیه، یعنی اپتیمالیته پارتو رو عنوان کردن و دلیل آوردن که این در آیین سیخ وجود داره، در آیین مسیحیت، در آیین اسلام وجود داره، در حالی که این مفهوم در هیچ کدوم از این ادیان وجود نداره. مفهوم جدیدیه. اینا عنوانشو گرفتند، خواستن با مزامین قلابی پر بکنند. به این نشون میده که حتی این اقتصاددان مسلمان، مسیحی یا سیخ، اقتصادش هم درست، یعنی اون مانع میشود که علم اقتصاد رو بفهمه، مفهوم متعالی پارتو رو بفهمه. از این نظر عرض میکنم که نه، اینا نتونستن بدیلی در هیچ زمینه برای دنیای مدرن بدید بیارن. آقای بودشتیان عزیز، پرسش همینه. شما به عنوان یک کارشناس امور بین الملل، الان مذاکرات وین دوباره آغاز شده، آیا وقتی نگاه میکنید به اون چی که در ایران هست، محتواش من کار ندارم، با یک نظام طرف هستین، عراقچی یا محمد جواد ظریف واقعا حرفی که میزنه حرف اول و آخر سیاست خارجی این حکومت، یا اونطور که خامنه میگه یا هیچ کارن اینا، آیا با یک حکومت طرف هستید که قابل اعتماد، امضایی که میذاره پای همین برجام دو روز بعدش موشک ها رو مورد آزمایش قرار نمیدن، یا بقیه کارا؟ شما بفرمایید. بله، من فکر کنم که اون شمایلی که ما معمولا از نظام های یکتاگرا و استبدادی و توتالیتر و غیره داشتیم، به جمهوری اسلامی یا حکومت اسلامی فعلی اونقدر نمیخوره. درست میفهمید. به واقع ما اینجا مشکلمون هستش که چگونه این رژیم رو تحلیل کنیم. چنگانه بودن و دو جبهه‌ای بودن از ابتدا سیاست جمهوری اسلامی بوده، یا سیاستش بوده، یا اینکه این اصولا زاد و ولد کرده، یعنی افراد و اشخاصی که زمامداران اصلی قدرت بودن گاه به گاه به چند سو میرفتن. اما یه موضوع هست میگم، اگه مقایسه کنیم مثلا جمهوری اسلامی به نظام‌های واقعی مستبد که در عصر جدید آمدن، مثلا نظام هیتلری، نظام استالینی، حتی نظام چینی در چین یا حتی کوبا، واقعا قابل مقایسه نیست. یعنی این چند بلندگویی رو ما نداریم. یک نظام همبسته واقعیه که بگوییم یک نفر اون بالا نشسته. مثلا نگاه کنید کاسترو 49 سال حکومت میکنه، هر 5 سال یه بار جناب چنانگی در این کشور کوبا انتخابات بوده، هر 5 سال در طول 49 سال آقای کاسترو از صندوق بیرون اومده. همین چیزی میشه؟ معلومه این رژیم درسته، رژیم جمهوری اسلامی، اما اونجا یه بلندگو بوده، یک کلام بوده. اگه مذاکرات بین المللی بوده، یک نفر بوده که مذاکره بین المللی، یک نظام. در مورد ایران چند تا بلندگو درسته، اما با وجود اینکه چند بلندگو هست، در مجموع اون چیزی است که ظریف گفته در این صحبت 3 ساعتش که ما گوش دادیم، واقعا میدان تعیین کرده که استراتژی کلان رژیم چه باشه. یعنی این واقعیتی است که از دل چنگانگی ها و چند بلندگویی، اون جای اون صحبت اصلی که استراتژی کلان رژیم هست، میدان جنگ، یعنی هم میره پای مذاکره، هم میخواد به واقع نشون بده که اون جبهه تندرو هستش که زمام رو در دست داره. ما هم اهل مذاکره هستیم، هم اهل قدر قدرتی، تیغ کشیدن، جلو آمدن و غیره و غیره. این در واقع اینطوری باید نظام رو تعیین کرد. در نوک در واقع یک استراتژی است، اما در پایین هرم، بدنه هرم، چند زبانه و چند کلام است که به حال و روز خود رژیم هم خوش آمده، چون هم نشون میده که من خیلی مردمی هم، اهل به اصطلاح انتخابات هستم، همین که به اصطلاح خط و خطوطم یگانه و یک سویه هست. خب آقای هودشم، به طور کوتاه بفرمایید. ببینید، بنابر این در ایران اینطور که شما اشاره کردید و گفتید، پاسداران هستن به قول محمد جواد ظریف، قاسم سلیمانی، که این رو هم من بگم، این فایل صوتی رو هر کی منتشر کرد یک نکته مهمی رو درش به سر برملا شد، اینکه دو سر، دو چهره قهرمان حکومت معلوم شد در حکومتی که نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی، یک سر فرمانبر روس مسکو، یک سر سر در آغوش دموکرات‌های آمریکایی داشتن آقای ظریف، که برای جان کری هم مشکلات ایجاد کرد. این بکنار. اما پس داستان اینه که یک
وضعیتی است در ایران، یک سری تفنگدار قدرت اسلحه در دستشون هست، این صحنه سیاسی رو عملا اونها دارن میچرخونن، یعنی این نظام سیاسی رو عملا یا این مجموعه سیاسی رو اونها دارن میچرخونن. همونطور که خود محمد جواد ظریف هم اشاره کرد، این استنباط از حرف شما تا چند اندازه واقعی بود؟ حتی نمایندگان امروزی که در وین دارن مشاوره میکنن، صحبت میکنن، مذاکره میکنن، ظریف رو پشت سر گذاشتن، از روی ظریف پریدن رفتن مستقیم با بیت رهبری کار میکنن. یعنی میخوام اینو بگم که یک استراتژی هست، اونم استراتژی پشت پرده است، اما این استراتژی به طور عیان آنچنان که در نظام های دیگه دیدیم، نظام های استبدادی و توتالیتر دیدیم، خودش رو نشون نمیده. در همین اوضاع نیاز داره به یک بلندگوهایی که در صحنه جهانی زبان دیپلماتیک رو به کار ببرن و این رو به عنوان صحنه پردازی، صحنه آرایی ایجاد بکنن. ولی پشت در واقع آنچی که متحقق می شود، همونطور که ظریف میگه دیگه، در واقع استراتژی میدان اون نظامیانه. شما تضادی نمیتونی نشون بدین بین آقای خامنه ای و سپاه پاسداران از نقطه نظر کلانا، اینجا و اونجا به هر حال نمیتونی نشون بدین. در واقع دوتاشون در یک مسیر حرکت میکنن. اینه که اینا امروز هم نمیشه به دقت گفت خامنه ایست که تمام استراتژی رژیم رو تعیین میکنه یا پاسداران، هم یک کمبینیشنی از دوتاشونه که من فکر کنم که کمبینیشنی از دوتاشون بیشتر به نظر میاد درست باشه. خب چون وضعیت قابل دوام هست، چون این نظر هم هست که پاسداران بله قدرت رو عملا در عرصه اقتصادی در دست دارن و پشت عرصه سیاسی هم هست، به همین دلیل هست که خامنه ای همیشه بین دو صندلی میشینه، مذاکرات میشه کرد، ولی خب ما به نتیجه امیدوار نیستیم از این حرفا. و چرا پاسداران قدرت سیاسی رو هم ظاهرش هم در دست نمیگیرن؟ شاید نگرانی گفته میشه، این نظر هست که نگرانی این که گرفتن قدرت سیاسی در دست خودشون هم کاملا بسیار ساده است، اما ادامه و کنترل چون این قدرت یعنی کنترل کشور با همین وضعیت رو مسئولیتی است که از تا زمان بفرمایید. حتما بفرمایید جناب شاه. خیلی عذر میخوام، تا زمانی که آقای خامنه‌ای هست انتظار حکومت نظامی بی‌فایده هست، به خاطر اینکه میبایست که حکومتی که در واقع در دست سپاه پاسداران هست و آقای خامنه‌ای رو رویت خارجی میده، بتونه که به توسط یک آیت الله به قول معروف توی گیومه بگم، چون خامنه‌ای که آیت الله نیست، و یه روحانی در واقع توجیه بشه به لحاظهای اسلامی که خودشون دارن. بنابراین امروز شما نگاه کنید کسانی که حتی کاندید رئیس جمهوری بودن که نظامیون و پاسداران بودن، هم اونا به نفع رئیسی رفتن کنار. یعنی که هماهنگی و همدستی رو می‌بینی که چگونه پشت پرده داره صورت می‌گیره به نفع بسرا رئیسی که درست بر سر همین هست. آیا روحانیت شیعه که این تجربه 40 ساله رو انجام داده چنان نفوذی هم چنان داره در جامعه که پشتوانه یک دار و دسته دیگه ای باشه یا خیر؟ عرض کنم در این زمینه جناب چالنگی افرادی هستن کار کردن، ولی من برداشت کلی رو عرض میکنم. ببینید روحانیت عملا رسمی شد، کسانی در داخل این نیستن و روحانی هستن، یعنی روحانیت بیرون از این حوزه روحانیان حاکم حضور دارند، منتها همشون به صورت مستقیم از این خانه یغما بهره دارند. یعنی بودجه های اختصاص داده میشه به همشون، شهریه هایی که اختصاص داده میشه به همشون، امتیازهایی که هست برای همشون هست. در این میون کسانی هستن که در زندانن، اینا که طغیان کردن، در نتیجه اونا به شدت منکوب میشن، این دادگاه های ویژه اونا رو تحت فشار قرار میده، ولی اعتبار عمومی روحانیت به نظر میاد که فوق العاده کمتر شده باشه. ولی کسانی هستند هنوز مثلا در محافل دینی، در محافل بازاری کسانی رو میشناسن که باز برای اونا مال امام میپردازن، این وجود داره. ولی امروز اگر این بودجه رسمی برداشته بشه، نظام گسترده روحانیت که گفته میشود تعدادشون به 400 هزار نفر و بیشتر رسیده اداره نمیشه. یعنی اینا از طریق بودجه داری میشن. این سنت که آقای خامنه ای ببیشه تنفیذ کرد و جا انداخت، در واقع روحانیت رو به سقوط کشاند به عنوان روحانی. اینا شدن حقوق بگیرا، و نه فقط حقوق بگیرا، بلکه دارندگان امتیازات بسیار کلان.
یعنی دیروزی که حوزه های علمیه مثل صادقیه ها بودن، امروز شدن مثل کاخهای سعدآباد و بالاتر از اون. شما کاخهای آقان رو ببینید به نام حوزه هایی که درست میکنن. در نتیجه اینا گروه میلیاردری هستن که ناگزیر روی تمام فشارها و فسادهای حکومتی هم تایید میگذرن. این سبب میشه که حتی اون روحانی که جزء این جرگه نیست از نظر مردم از اعتبار ساقط بشه. بله آقای هودشتیان، الان باید دوباره آغاز شده به طور آشکار و نیمه آشکار این مذاکرات هسته‌ای. آیا به راحتی دوران اوباماست؟ آیا میتونه مماشات دوران اوباما رو تمدید کنه و تجدید کنه، ادامه بده آقای بایدن؟ یا اینکه خیر، عرصه منطقه مدت هاست، بارها من اشاره کردم و گفتم که با آمدن اسرائیل به منطقه روابط دوستانه با اعراب در جنوب خلیج فارس مهره و وزنه سنگینی در منطقه ملاحظاتی هست. هشدارهای اسرائیل رو عملا نادیده گرفتن، یا هشدارهای اعراب و اسرائیل رو نادیده گرفتن، یا بقیه، آیا ساده خواهد بود برای بایدن و بقیه اروپایی ها در مذاکرات برجام؟ مشکل خواهد بود. همطور که می‌فرمایید، در واقع حضور اسرائیل از یک سو و اون پشتیبانی همه جانبه ای که دونالد ترامپ از اسرائیل کرد و عهد و پیمان هایی که بین اسرائیل و دول عربی در منطقه ایجاد شد، یه مقدار صحنه رو عوض کرده. و همین تو نمیشود در واقع به دوران آقای اوباما برگشت و به اون سادگی نگاه کرد، اگرچه اوباما رابطش با اسرائیل همچین مثل دموکرات های دیگه نبود. اما در هر صورت دونالد ترامپ در واقع پشتیبانی همه جانبه از اسرائیل کرد و بازگشت به وضعیت قبلی بسیار مشکل. این یک سوی قضیه است. یک سوی دیگه هم این هستش که در واقعیت کلام جنگی که صورت گرفت بین حماس و اسرائیل، که خب به هر حال رژیم جمهوری اسلامی با وجود اینکه صندوقش میگه خالیه و اینا، تونست شدیداً عمیقاً به طور گسترده از حماس حمایت بکنه، به هر حال قبلا هم حمایت میکرد و غیره که دیگه وارد جزئیاتش نمیشیم، ولی خب خیلی بحث در مورد این هست که دست ایران در این حمایت از حماس چقدر زیاد بوده با اینکه که حماس با حزب الله فرق میکنه. اما در هر صورت این هم یک مانور اسرائیلی بود که نشون بده که قدر قدرت میزنه، عقب نمیکشه. بایدن چندین بار به طور شخصی مذاکره میکنه، صحبت میکنه تلفنی با نخست وزیر اسرائیل، و اما اسرائیل میگه صبر کنیم، هنوز کار من تموم نشده، بعد بزنم داغون کنم حماس رو و تونل ها رو نابود کرد. و میدونی که اون مانور خیلی مضحکی که نیروهای نظامی خودش رو از طریق زمین فرستاد به سمت مناطق فلسطینی نشین و یهو گفتن که نه، به صورت عقب میکشه، و این یه مانوری بود که اعضای اصلی حماس برن توی تونل ها و همون لحظه تونل ها رو نابود کرد و بسیاری از سران حماس از بین رفتن. این در واقع نشون میده که نه خیر، صحنه هم تو که میفهمید عوض شده و اینجاست که در واقع بایدن هم متوجه شده که به این سادگی نمیتونه مانور بده، با وجود که دوست میداشت که مانور بده. حالا این الان با آخرین صحبت های وزیر امور خارجه ایالات متحده با در سی ان ان نگاه بکنید دیروز که اتفاق افتاده، گفته که نه خیر هیچی عوض نشده. اولا ایران 60% رو ادامه داره میده غنی سازی رو، هیچ گونه مانور واقعی از سوی یا نشان واقعی از سوی ایالات متحده به خاطر تقلیل و یا معلق کردن تحریم ها فعلا به طور جدی وجود نداره. خبراش هست البته این برون بر، ولی دائما آقای بایدن هم مشددا تاکید کرده که فعلا ما هیچ کاری نمی کنیم. چرا؟ برای اینکه رژیم جمهوری اسلامی هیچ گونه نشانی از برای بازگشت به برجام از خودش نشون نمیده. به لحاظ من فکر کنم هنوز ما در دوز دست تونل چراغ روشنی نمیبینیم و نمیتونیم بگیم که برعکس آنچه که حسن روحانی گفته تحریما برداشته شده است و میشود و غیره. نه خیر، هنوز راه ادامه داره. بله، البته آقای کوهن رئیس پیشین موساد جای خودشو به یک همکار دیگه‌اش داده اخیراً، اما یادمون باشه این خبر رو بارها من بهش اشاره کردم که توافقی که شد برای نظارت بر نقل و انتقال موشک‌های جمهوری اسلامی
به منطقه، به حماس و جهاد حوثی های یمن. بلافاصله ما میبینیم بیش از 2000 موشک به قلمرو اسرائیل شلیک میشه و واکنش های اسرائیل هم در پیش، و بعدم با صراحت تمام گفته میشه این موشک ها از ایران سپاسگزار هستیم و بقیه موضوعات. اینها رو همه رو در یک منظر وسیع تر که ببینیم، معنا و جایگاه خودشون رو تصویر واقع بینانه ای از منطقه به ما داده میشه که چه خبر هست در اونجا. یعنی همچنان خیر این توافقهای شما به جای خود، ولی ما موشک پرانیمون رو در غزه و جای دیگه ادامه میدیم با حوتی ها. به سود فلسطینی ها قطعا نه، مساله فلسطینی ها قربانی میشه، قربانی سیاست های جمهوری اسلامی و عملکرد جمهوری اسلامی که قطعا راه حل تشکیل کشور مستقل فلسطینی در کنار کشور مستقل اسرائیل بدون هیچ تردیدی و رعایت حقوق هر دو طرف، نه کشتار و قتل از این سو و آن سو. سپاس بسیار آقای هودشتیان. با سپاس آقای منصور گرامی. البته بخشی از کتابخونه آقای منصوری که در این فقط ما فایل های پژوهش های اقتصادی رو میبینیم آقای منصور اگر اشتباه نکنم، در کنار دوره های رهاورد. با سپاس بسیار از شما و به امید دیدار در شماره های آینده تفسیر خبر، آقای حسن منصور در انگلستان بریتانیا و آقای عطا هودشتیان در تورنتو کانادا. گام به گام فارغ از کرونا، برخلاف ایران گام به گام متاسفانه ابتلا به کرونا بیشتر و بیشتر. تا لحظاتی دیگر. بله، خبر قطع برق در رأس خبرهای داخلی که چه عرض کنم در رأس گفتگوهای مردم هست در داخل ایران. کشور ایران با همه سرمایه‌هاش و امکانات طبیعی که داره با رسیدن تابستان از راه آرام آرام، در بعضی مناطق تابستان زودرس مثل سیستان و بلوچستان و کرمان و خوزستان و بندرعباس، بی برقی و بی آبی، همه اینها با هم و کم کم برنامه ریزی برای قطع برق به گفته یکی از دوستان کم کم به این سمت داره میره ایران که ساعات وصل برق رو به اطلاع بدن که در طول 24 ساعت 3 ساعت 2 ساعت 1 ساعت از این ساعت تا اون ساعت برق خواهیم داشت. و گران شدن نان، 50% قیمت نون بالا رفت در پایتخت و جای دیگه کشور. بارها من این رو اشاره کردم و در همین بحبوه هست که بساط انتخابات بین بد و بدتر و نبدتر از راه میرسه و همه هم به این تنور انتخاباتی هیزمی انداختن با سخنان حتی مخالف مانند فائزه رفسنجانی و بقیه، تاجزاده ها و بقیه، که همه به طور مستقیم و غیر مستقیم در وضعیت موجود نقش بسیار اساسی داشتن و در قتل ها و کشتار ها باز هم به طور مستقیم و غیر مستقیم. بارها من بر این نکته تأکید کردم که ایرانیان آمدند و طی انقلابی ناکارترین و بیکارترین قشر جامعه رو که در حوزه خودش شاید فایده میرساند و موجودیتش قابل تحمل بود و مشروعیت داشت رو برداشتن، کسانی رو که حتی نعلینشون رو کسان دیگری براشون جفت میکردند و آفتابه مربوطه رو کسان دیگه آب می کردن و در برابر و به دست اونها می دادن، آمدن اینها رو بر مسند امور گذاشتن با این ندا و بانگ بلند رهبر انقلاب که ما تخصص نمی خواهیم، تعهد می خواهیم، و از اونها توقع مملکت داری از اساس بیجاست. چون این توقعی
این نظام که نیست، این مجموعه ارزش‌های خودش رو پدید آورد و به وجود آورد. کشتن فرزند، حتی کسانی در مسند قضاوت همین حکومت گفته میشه، مشهوره که فرزندان خودشونو به جوخه‌های اعدام سپردن به خاطر عقاید و رفتار و کردار مخالف سیاسی که داشتن. مادر نمونه مادری شد ثقت الاسلام که برای اعدام فرزندش دعا میکرد هرچه زودتر با رضایت امام جلب شود و ارزش‌های خودش رو برد، مانند هر انقلابی با ارزش‌های بگیر و ببند و هر آن کس که خارج دایره ولایت است و امامداری قرن بیستم مخالف ماست و به محاکمه نیازی نیست، در خیابان شناسایی کردی تیرباران کنید. و این دومی نیز آتش به اختیار. پشت سر من بر این مانیتور کوچک تصاویری میبینید، گوشه ای از کشته شدگان دهه 60 در زندان ها از شیوه ها و روش های سیاسی گوناگون، از مجاهدین و فدایی و بعضا سلطنت طلب در آن سالها کشتن، بسیار کشتن، هزاران کشتن. نقش دار کلیدی در این ماجرا از جمله ابراهیم رئیسی بود، شایسته ترین کس، وفادار ترین کس به ارزش های این حکومت، این مجموعه، ریاست جمهوری یا سمت های دیگه فرق نمی کنه، کشتن. و ساکت ماندن در برابر این کشتارها به کشتارهای بعدی منجر شد. تصویر دیگری که می بینید چند تن و چند تنی هستند از کشته شدگان آبان 98. سکوت در برابر آن کشته ها زمینه شلیک های بعدی رو فرو به وجود آورد. حرف من همه اینه که این انتخابات اگر قرار رئیس جمهوری عنوان توخالی، کارگزار ولایت و ارزش‌های این حکومت کسی باشه، اون که تیر خلاص زده مانند محمود احمدی نژاد و بقیه که معروفه شایستگی دارن، اما اون که بیشتر زده خب شایستگی بیشتر، اون که کسان خود رو لو داده و به جوخه‌های اعدام سپرده شایستگی داره با ارزش‌های این حکومت، اما اون که بیشتر این کار رو کرده، فرزند خودش رو به کشتن داده برای بقای این جمهوری اسلامی، شایسته تر. باید توجه کرد که شما نیز به ارزش‌های این حکومت هست که رأی خواهید داد، هر آن که پای صندوق‌های رأی میره بدون ترتیب. این نیست که گام به گام به دموکراسی ما نزدیک میشیم، دروغی بیش نیست، بی اساس و بی اساس. مشارکت در چنین انتخاباتی مشارکت در قتل همه اینان است و دیگرانی که نیستند. مشارکت در داغ داغدار ساختن پدران و مادران و فرزندان و کسان کشته شدگان. سپاس بسیار داریم از همراهی شما عزیزان که با ما بودید تا این لحظه. آینده ایران، رستگاری و راه رسیدن به زندگی شایسته برای مردم ایران متکی به همت تک تک ایرانیان است، نه دیگران، که اونها نیز همراه همت ایرانیان خواهند بود، چنانچه جلوه چشمگیر بیابد که خواهد یافت.
بلبل عاشق تو عمر خواه که آخر باغ شود سبز و شاخ گل به برآید، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان آسماری کوساران دنادرا کلوند کوزاگرس تفتان بینالود درفک شیر کوکوساران تاراز و منگش و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد، ایران هرگز نخواهد.